جانوری که امروز میخوام شما رو باهاش آشنا کنم ناشناخته نیست و مطمئنم که همه تون اونو میشناسید. پلنگ. تا 100 سال پیش محققان بر این باور بودند که پلنگ ترکیبی از شیر و جگواره. اما پلنگ ها چه نوع جانوری هستند؟ اول از همه اینو بگم که این موجودات منزوی هستند و به طور کلی 9 زیرگونه از اونها وجود داره که بزرگترین اونها پلنگ آناتولی یا همون پلنگ ایرانی خودمون و کوچکترینشون پلنگ عربی هستش. خب برگردیم سر بحث خودمون که پلنگ ها چه جانوری هستند. این جانور از خانواده گربه سانانه و در دسته گربه های بزرگ تقسیم میشه. پلنگ ها رژیم غذایی پیچیده و گسترده‌ای دارن، اما از محبوب ترین اونها ایمپالا، گوزن یالدار و قراز وحشی هستش. یک ویژگی که پلنگ و از سایر گربه سانان متمایز میکنه اینه که میتونه تا حد زیادی به تومش نزدیک بشه. همچنین این موجود برخلاف پسر عموهاش اکثر اوقات خودش رو روی شاخه های درخت میگذرونه. و یک نکته مهم اینه که پلنگ جانور بومی آفریقاست. همونطور که گفتم پلنگ ها موجودات منزوی هستن به جز فصل جفتگیری. دوران بارداری پلنگ ماده 3 ماهه و بعد از دوران بارداریشون بین 2 تا 6 توله به دنیا میارن. به این علت که توله ها از دست شکارچیانی مانند شغال، کفتار و شیر آسیب پذیر هستن، 2 ماه اول زندگیشون رو در پوشش های گیاهی متراکم به سر میبرن. توله ها در سن 8 هفتگی مادرشون رو تو شکارها دنبال میکنن و در سن 3 ماهگی از شیر گرفته میشن و تا 18 ماهگی پیش مادرشون میمونه. پلنگ برخلاف جثه کوچیکش عضلانی و قویه و به راحتی میتونه طعمه های بزرگ رو به بالای درختان ببره. و همچنین پلنگ سیاه هم نوعی پلنگه که از جهش ژنتیکی به وجود میاد. همونطور که از اسمش معلومه به جای رنگ زرد رنگ سیاهه و خاله هایی وجود داره که به سختی دیده میشن. جالبیش اینجاست که خواهر و برادر پلنگ سیاه که در زایمان متولد میشن همون پلنگ های معمولی هستن. و در آخر پلنگ هیچ دشمنی در طبیعت نداره.